سلام دوستان، با فاکس موویز خوش آمدید. در این ویدیو داستان کامل فیلمی از ژانر تریلر را از سال 2017 به نام تل دد دو از پارت تعریف میکنیم. لطفاً لایک ویدیو و سابسکرایب کانال را فراموش نکنید. فیلم ما را با یک زوج عالی، مایکل و مدیسن آشنا میکند. زندگی این زوج زیبا مثل یک داستان عاشقانه افسانه‌ای است که هیچ کم و کاستی ندارد. مثلا خانه زیبا، عشقی که به نظر شکست ناپذیر است، شغل‌های خوب و خلاصه یک زندگی کامل. اما از اونجایی که این یک فیلم تریلر است، قرار است همه چیز یک تغییر دارک داشته باشد. بعد از 2 سال ازدواج، مدیسن که قهرمان ماست، رویای تشکیل خانواده با مایکل را در سر دارد. اما متاسفانه مایکل این رویا را ندارد، چون علاقه زیادی به دایپر و صدای گریه نیمه شب کودک را ندارد. در حقیقت وقتی مدیسن بحث بچه دار شدن را مطرح میکند، حال هوای مایکل خیلی زود تغییر میکند. به هر حال بچه ها بهترین هدیه زندگی است و مدیسن بارها آزمایش بارداریش را بررسی میکند، اما نتایج همیشه او را ناامید میکند. مایکل که شوهر خوبی است، همیشه به او اطمینان میدهد که زمان زیادی برای این موضوع دارند. خب بیایید یک لحظه خود را به جای مایکل فرض کنیم. معلوم شود که بار سنگینی با خود حمل میکند. این در صحنه بعدی مشخص می شود، جایی که به زیارت قبر مادرش می رود و با سنگ قبرش گفتگویی صمیمانه دارد. هر دو والدین او با هم درگذشتند، اما والدین مایکل فقط با آرامش از دنیا نرفتند، در یک تراژدی دلخراش جانشان را از دست دادند. هر دو در یک قتل و خودکشی جان باختند. پس از بازدید از قبرستان، مایکل یک سورپرایز از همسرش برای سالگرد ازدواجشان دریافت می کند. در پارتی همکاران مایکل و بهترین دوست مدیسن چلسی هم حضور دارد. در اینجا میآموزیم که مدیسن تصمیم بزرگی گرفته. در نهایت تصمیم میگیرد که با شغلش در بیمارستان با چلسی خداحافظی کند و نقش یک همسر تمام وقت را در آغوش بگیرد. وقتی مدیسن به توالت میرود، از عادت مایکل برای بازگذاشتن کاسه توالت پس از استفاده از آن آزرده میشود. پس از پارتی مایکل با مدیسن گردنبندی میدهد که قلب آن از وسط نصف شده و نیمه دیگر را خودش میپوشد. بعدن همان شب مایکل با یک دوست وقت میگذراند. میگوید حاضر نیست بچه دار شود، چون میخواهد بیشتر روی تجارتش تمرکز کند تا بتواند همه چیز را برای همسرش فراهم کند. دوست او با مایکل میگوید که در این مورد با همسرش صحبت کند، چون احتمالاً او خیلی بچه میخواهد. در بازگشت از بار، شوهر آماده است تا با همسرش در این مورد صحبت کند، اما همسرش مثل همیشه رفتار نمیکند. معلوم میشود که مدیسن چیزی پیدا کرده که در رابطه آنها شوک ایجاد میکند. یک تستوسترون استرویدی. مایکل این چیزها را کم کم مصرف می کند، اما با آن ورزش نمی کند، بلکه آن را مصرف می کند تا از احتمال باردار شدن مدیسن جلوگیری کند. در نتیجه مدیسن همیشه فکر می کرد تقصیر اوست که باردار نمی شود. شوهرش را دروغگو و ترسو خطاب می کند که این راز را از او پنهان نگه داشته، در حالی که می داند تنها چیزی که او می خواهد یک بچه است. اما مایکل می گوید که نمی خواهد بچه دار شود و این را 100 بار به او گفته. در حالی که مدیسن هرچی از دهنش بیرون می آید می گوید و شوهرش را هول می دهد، مایکل سعی می کند اعصابش را کنترل کند، تا زمانی که مدیسن می گوید پدر مردش هرگز اینطور به مادرش دروغ نمی گفت. مایکل می گوید که او مرد این خانه است. او پول در می آورد. قوانین را وضع می کند و در اینجا قرار نیست به او بی احترامی شود. همچنین هشدار می دهد که دیگر از پدرش یاد نکند. از آن لحظه به بعد همه چیز تغییر می کند، چون رفتار مایکل تغییر خشونت‌آمیز پیدا می کند. رابطه ای که زمانی عالی بود به سایه ای از آن چه قبلا بود تبدیل شده. حتی چیزهای کوچیک هم می تواند باعث دعوای بین آنها شود و وقتی اوضاع به اندازه کافی بد شود، رفتار مایکل با او پرخاشگرانه می شود. مدیسن که زمانی رویای تشکیل خانواده را در سر می پروراند و حتی حاضر بود شغل خود را رها کند تا یک خانم خانه خوب شود، حالا در عوض خود را در وضعیت افسردگی می بیند. یک شب در حالی که زن و شوهر در یک رویداد کاری شرکت می کنند، مایکل با دیدن همسرش که در حال صحبت با مرد دیگری است حسادت می کند. پس از بازگشت از مهمانی، عصبانیت مایکل از کنترل خارج می شود و کار غیر قابل تصوری را انجام می دهد. خود را به مدیسن تحمیل می کند. کمی جلوتر می ریم، جایی که هیجان مدیسن یک بار دیگر در مرکز صحنه قرار می گیرد، چون به چلسی تست بارداری مثبتش را نشان می دهد و انتظار یک فصل جدید زندگی فضا را پر می کند. 4 ماه بعد معلوم شود که مدیسن مخفیانه در کنار چلسی کار می کند، اما رابطه او با مایکل مسیر خطرناکتری پیدا کرده.
مایکل پدر کودک بودن را زیر سوال می‌برد و با وجود اینکه مدیسن باردار است، خشم خود را به شیوه‌های فیزیکی سر او خالی می‌کند. چلسی از مدیسن می‌خواهد با پلیس برود، اما مدیسن در توری از ترس و سردرگمی گرفتار شده. چلسی با ناامیدی و عزم شدید برای پایان دادن به رنج دوستش سوء استفاده و آزار را با پلیس گزارش می‌دهد و پلیس به مدیسن پیشنهاد می‌دهد که دستور منع بگیرد. مدیسن که حالا 6 ماه باردار است، احساس می‌کند که کاسه صبرش لبریز شده و با جمع‌آوری نیرویش چمدانی را می‌بندد و تصمیم گرفته تا با چلسی زندگی کند. با خبر شدن از این موضوع، مایکل بلافاصله به سمت او می‌رود و مدیسن به او می‌گوید که دیگر نمی‌تواند با شوهر بد رفتارش باشد. مدیسن با شکستن یک گلدان بر سرش از خود در برابر حمله خشونت آمیز مایکل دفاع می کند. در یک لحظه حیاتی برای زنده ماندن، مدیسن از شانس خود استفاده می کند و شوهرش را تنها می گذارد. اما درست زمانی که امید دارد شکوفا می شود، تراژدی رخ می دهد. پزشکان برای نجات او هر کاری می کنند، اما سرنوشت نقشه دیگری دارد. این خبر ویرانگر به مایکل می رسد. مدیسن دچار خونریزی داخلی مغزی شده و متاسفانه در حین عمل جراحی فوت کرده و نوزاد نیز نجات پیدا نکرده. مایکل افسرده است و وقتی دکتر از او می خواهد، حتی نمی تواند به جسد مرده همسرش نگاه کند. مدتی بعد مایکل به دریاچه می رود تا خاکستر همسرش را در آن بیندازد. پر از گناه است و از درگذشت او ناراحت. حتی سعی میکند به زندگیش پایان دهد، اما نمیتواند خود را به انجام آن وادار کند. در صحنه بعدی فیلم میبینیم که مدیسن هنوز زنده است و نشان داده میشود که چگونه نقشه‌ای هوشمندانه برای فرار ترتیب کرده. مغز متفکر پشت همه اینها کسی نیست جز دوست وفادار او چلسی که در بیمارستان کار میکند. آنها با هم نقشه‌ای مفصل تنظیم میکنند، از جمله صحنه سازی یک تصادف و جعل مرگ مدیسن. این یک بازی پرمخاطره است و دکتر در بیمارستان یک بازیگر استخدام شده. انگار که این کافی نباشد، مدیسن حتی یک قدم جلوتر رفته. یک بیمه زندگی تنظیم کرده با چلسی با عنوان زینف، با هدف تأمین مالی یک شروع تازه دور از وحشت‌های گذشته‌اش. مدیسن نقل مکان می‌کند و مشکلات گذشته‌اش را با یک شغل پیشخدمتی و فرصتی برای آینده‌ای روشن‌تر عوض می‌کند. علاوه بر این تصمیم می‌گیرد هویت جدیدی به خود بگیرد. کیت سمیت و یک زندگی کاملا جدید. اما این همه ماجرا نیست. سرنوشت چیز دیگری برای او آماده کرده وقتی با همسایش الکس برخورد می کند. الکس یک بیوه است، پدری برای دختر 6 ساله‌ای به نام ریچل که برای درخواست کمک مالی کوچکی برای مدرسه او آمده. یک روز مدیسن الکس را در حال گرفتن میوه از درخت خانه‌اش می بیند، پس پیش او می رود و در مورد آن با او صحبت می کند. از سوی دیگر الکس با یک سری شوخی پاسخ میدهد و میگوید میوه را قرض میگیرد تا برای دخترش پای درست کند. الکس به او میگوید که بعداً همان روز بیاید تا دستپختش را امتحان کند و مدیسن هم میآید و با همسایه وقت میگذراند. از آن لحظه به بعد جرقه ها به پرواز در میآیند و یک رابطه بین آنها رشد میکند، چون الکس به مدیسن کمک میکند تا برای تولد نوزادش آماده شود. کشش نسبت به یکدیگر بین آنها واضح است و مدیسن شروع به پذیرش زندگی جدیدش میکند. یک شب الکس به مدیسن میگوید که همسرش هنگام به دنیا آوردن ریچل درگذشت. علیرغم زندگی جدید و خوب مدیسن، الکس کم کم احساس میکند که چیزی با او درست نیست. وقتی چندین بار نام او را صدا کرده و گاهی اوقات حتی پاسخ نداده و او فکر میکند که به نظر میرسد تقریبا نام او کیت نباشد. در اینجا مدیسن ریسک میکند و داستان غم انگیز گذشتهش را به اشتراک میگذارد که شامل ازدواج با مرد اشتباهی بود که از نظر ذهنی و جسمی آزاردهنده بود. همچنین نام واقعیش مدیسن را به الکس میگوید. روز بعد با مایکل برمیگردیم که ناگهان از جایی که احتمالاً انتظارش را ندارد تماسی دریافت میکند. محل کار قدیمی مدیسن. آنها تعجب کردند و نمیدانند چرا پس از استعفا برای دریافت آخرین حقوقش حاضر نشده. مایکل کاملاً متحیر شده، چون همسرش مدتها پیش وقتی به او گفت که یک خانم خانه تمام وقت میشود کار خود را ترک کرده بود. با کارمند میگوید که همسرش آخرین حقوقش را که چند ماه پیش بود دریافت نکرده چون در آن زمان فوت کرده. اما وقتی کارمند سوابق بیمارستان را بررسی میکند متوجه میشوند که مدیسن در بخش اورژانس بستری شده بود، اما هیچ سابقه ای از فوت او وجود ندارد. اطلاعات فقط میگوید که همان شبی که بستری شد معاینه شد و بس.
وقتی مایکل این را میشنود مستقیم به بیمارستان میرود و میپرسد که آیا پرونده‌ای در مورد مدیسن وجود دارد یا خیر. بعد گردنبندی را که به همسرش داده بود میگیرد. روز بعد مایکل با دوستش میگوید که چقدر غیرعادی است که بیمارستان سابقه مرگ همسرش را ندارد. دوست به مایکل میگوید که به این فکر نکند چون خودش سوزاندن جسد همسرش را دیده. اما مایکل میگوید که دیدن همسر مرده‌اش برایش سخت بود. بنابراین از بهترین دوست مدیسن چلسی خواسته بود که همه چیز از جمله مراسم سوزاندن را انجام دهد. وقتی همه چیز عجیب‌تر به نظر میرسد تصمیم میگیرند برای کشف حقیقت به یک مأموریت بروند. همان روز چلسی با حضور دلخراش مایکل مقابل خانه‌اش روبرو میشود. از دیدن او چلسی مضطرب می شود چون مایکل قبلا نمی دانست او کجا زندگی می کند و مایکل از چلسی می خواهد که به او کمک کند تا وسایل مدیسن را جابجا کند چون انجام این کار برای او سخت است. بعدن مایکل از طریق دوستش متوجه می شود که مردانش فردی را پیدا کردند که شبیه مدیسن است که در یک رستوران کار می کند. بنابراین مایکل به رستوران می رود و به کارمند آنجا می گوید که او برادر مدیسن است. اما کارمند پیشخدمت میگوید که هیچ کس به نام مدیسن در آنجا کار نمی کند. پس مایکل عکس همسرش را به او نشان می دهد. در کمال تعجب پیشخدمت به او میگوید که دختری که در تصویر است مدیسن نیست. کیت سمیت است و میگوید مدیسن امروز تعطیل است ولی می تواند از دوست پسر مدیسن که چند بلاک دورتر از رستوران کار می کند بپرسد. بعدن همون شب چلسی با مدیسن تماس میگیرد تا به او بگوید که مایکل به خانه او آمده بود. غافل از اینکه مردی که در مورد او صحبت میکنند در حال گوش دادن به مکالمه آنهاست. درست همان لحظه وقت زایمان مدیسن فرا میرسد و قرار است کودکش به دنیا بیاید. بنابراین چلسی با عجله به خانه او میرود تا او را به بیمارستان برساند. در گوشه آرام از این داستان هیجان انگیز مدیسن زندگی جدیدش را به عنوان یک مادر در آغوش میگیرد. یک پسر به دنیا می آورد، بسته کوچیکی از شادی که نامش را پیس می گذارد. چند روزی می گذارد. وقتی چلسی می بیند که حال مدیسن خوب است به او می گوید که باید خانه برگردد و با او خداحافظی می کند. اما وقتی سوار ماشینش می شود می بینیم که مایکل از قبل در صندلی عقب است. پس از آن مدیسن که با تازگی از نوزاد گرانبهایش به دنیا استقبال کرده برای بازگشت به خانه آماده می شود. الکس همسایه مهربانی که در زندگی مدیسن حضور ثابتی دارد او را تا رسیدن به خانه همراهی می کند. وقتی الکس می خواهد خانه برود کسی مخفیانه آنها را تماشا می کند. وقتی مدیسن می رود تا دوش بگیرد مایکل مخفیانه وارد خانه می شود. مدیسن با شنیدن صدای پا به سرعت می رود تا آن را بررسی کند و کاسه توالت را باز می بیند. ابتدا فکر میکند که الکس است و وقتی میبیند بچه هنوز سر جایش است خیالش راحت میشود. بعد صدای موسیقی از طبقه پایین میشنود و با سرعت میرود تا آن را چک کند اما هیچ کس آنجا نیست و موسیقی از بلندگوی او است. وقتی با طبقه بالا برمیگردد متوجه میشود که در توالت دوباره باز شده و در کمال تعجب بچهش سر جایش نیست و بعد ناگهان چهره ترسناک گذشتهش مایکل را میبیند که نوزادش را در آغوش گرفته. بنابراین با نگرانی سعی میکند نوزاد را پس بگیرد. مایکل با آرامی کودک را پس میدهد و به او میگوید که او را در گهواره بگذارد. گردنبندی را که به مدیسن داده بود روی گردن او میگذارد و درباره حال روز خودش بعد از اینکه فکر کرده بود مدیسن مرده میگوید. هر روز خود را سرزنش میکرد و فکر میکرد زن و فرزندش را او کشته. وقتی میفهمد همه اینها فقط یک بازی بود که با چلسی انجام داده و حالا دوست پسر هم دارد حتی دردناکتر است. مایکل بعد تفنگش رو بیرون میکشد درست زمانی که الکس در ورودی را میزند. به مدیسن میگوید که در رو باز کند و کار احمقانه ای نکند وگرنه الکس را خواهد کشت. طبق دستور مایکل مدیسن به استقبال الکس میرود و با او میگوید که حالش خوب نیست و میخواهد مدتی تنها باشد. علیرغم کنجکاوی الکس تصمیم میگیرد خانه برگردد. با این حال درست همونطور که مایکل تلاش میکنه تا حرکت خود را انجام دهد دعوا بین دو مرد در میگیرد و مایکل در نهایت برنده میشود و گلدانی را بر سر الکس میکوبد. همونطور که مایکل شروع به خفه کردن الکس میکند مدیسن مداخله میکند اما قدرت لازم را ندارد. با این حال قرار نیست در مونده کنار بماند. با مایکل میگوید که اگر الکس را بکشد به زندان میرود و دیگر نمیتواند از او و کودک محافظت کند. و لحظه‌ای که مایکل به اندازه کافی به او نزدیک می‌شود تا او را لمس کند، مدیسن حرکت می‌کند و با چاقویی که موفق به گرفتن آن شده به او می‌زند. اما نبرد آنها هنوز تمام نشده. مدیسن تفنگی که مایکل داشت را می‌گیرد و ناامیدانه برای کمک تماس می‌گیرد.
در یک مبارزه مرگ یا زندگی، مایکل فاش میکند که پدرش در کودکی مادرش را کشت و بعد خودکشی کرد. در پایان مایکل به او میگوید که او را خیلی دوست دارد و اگر او نتواند او را داشته باشد، هیچ کس دیگری نخواهد داشت. مدیسن در اقدامی برای دفاع از خود یک تصمیم سرنوشت ساز میگیرد و مایکل را میکشد. پس از آن شاهد حضور پلیس در محل حادثه هستیم. سلطنت وحشت مایکل با پایان میرسد و وزن سنگینی از روی دوش مدیسن برداشته میشود و اینجاست که فیلم با پایان میرسد.